سلام و درودم را قبول کنید. تا اگر برنامه دوست داشتم سرهای نگفته و مخلصانی شرکت رحیم پرادکشن. ما یک نفر مخلصی همیشگی برنامه سرهای نگفته هستم. هر هفته برنامه شما را به صبرانه انتظاری میکشم. اینک درد و غم زندگی مرا وادار کرد که قلم و کاغذ گرفته به برنامه شما روز دلم را روی اوراق سفید با خون سیاه بیارم. اکای رحیم خواهش دارم نامه مرا با پرگی قرائت کن. در زندگی خیلی اذیت کشیدم و نمیخواهم که اذیت مرا دیگر نفران سعید برند. اگر نفری که باوری ندارد که من دروغ میگویم یا دیگر سخن را میگویم، من خواهش دارم فکر عقیده خیش را به کامنتری رحیم پرادکشن نویسید و فکر عقیده خیش را بگوید. اینک نامه من چنین است که رحیم. در سالهای جنگ بزرگ وطنی خیلی من طفل خرد بودم. سال 1991 بعد 3 دختر در آیله به دنیا آمدم. زندگی اما خیلی خوب بود. زندگی آسوده داشتیم. پدر و مادرم بعد 3 دختر خوشبخترین انسان بودند که یک پسر به دنیا آوردند. خلاصه قصه زندگی هم خیلی خوب بود و روز به روز در کوچه های زندگی کلان می شدم. وقتی که پدر و مادرم رو مهر و محبتش رو می دیدم، خوشبخترین کودک خودم رو احساس می کردم و هیچ وقت بدبخت نبودم. خلاصه اکا جان بعد من در آیده ما یک بار 3 دختر دیگر به دنیا آمد. من در میبین 6 دختر خوشبختی هم حد و کنار نداشت و روز به روز ما کلان می شدیم و بازی می کردیم و همراه همدیگر جنگ و جدال می کردیم و فکر می کردیم که هیچ وقت کلان نمی شویم. وقتی که پدر و مادرم از دوری ها ما را تماشا می کردند، با شوق و ذوق حواس می کردند که کودکان ما خوشبخترین شخص هستند. ما هم خوشبخترین کودک بودیم که چنین پدر و مادری غمخور داشتیم. در ده مادر من به حیث معلمه کار می کرد و پدرم به حیث تجارتکار. خلاصه زندگی همون با مهر و محبت بود. من نسبت خواهرانم و اپاهایم احترام داشتم. اپاهایم روز به روز کلان شدند و یکی پای هم دیگر شوهر کرد و به زندگی مستقلانه قدم موندند. خلاصه نوبت من شد. پدرم من رو خواهش کرد که من از پدرم خواهش کردم بعد ختم مکتب که به یکی از دانشگاه ها داخل می شوم. پدرم که تجارتکار بود، من گندهش نمی کنم، بگذار جایش جنت باشد. ولی می دانه تایگر برنامه دوست داشته اکای رحیم جان، زندگی هم همین بود که پدرم نمی خواست که من دانشجو شوم و سزاوار نام دانشجو گردم، چون که از کودکی این چیز را آرزو داشتم. حتی معلم و معلمه ها به نزدی پدرم آمده التجا می کردن که فرزندتان خیلی سواد خوب دارد، ولی شادرمان پدرم همونا راضی نمی شد. می گفت نه، این پسری من است و کاری من است، کاری کسی به فرزند من نباشد. خلاصه اکای رحیم جان، روز به روز من خودم را می خوردم. بعد 19 سالگی پدرم ما را مجبورن با یک دختر که خیلی امروز همسری مهربان دارم، دوستش می دارم، ما را اویله دار کرد. ما زندگی ما نه به عشق بود و نه عاشقی. خلاصه اویله دار شدیم و غم من باز ده چند گشت. بعد اویله دار شدن من، بعد 3 ماه مادری من از یک بلندی افتیده و گرده هایش از کار موندن. در نظرم دنیا تیر و تاریک دو. زندگی برایم معنی نداشت اکای رحیم، چون که می ترسیدم که مادرم را از دست ندهم. و بعد چند وقتی که مادرم را به بیمارستان بردیم، طبیبان معاین کردند که گرده های مادرم از کار مونده است. من خواهش کردم که به عوض جان مادرم تمام دنیا را می دهم، اما طبیبان از من خواهش کردند که به ما یک گرده لازم است. من به یگان دو دلگی یک و یگان پسر که بودم، این خواهش را اجرا کردم و یک گردم را به مادرم دادم. امین و اکای رحیم، غم من چنین سر شد. خلاصه اکا جان، روز به روز زندگی همون دشوار می شد و مادر جان هم در بیمارستان بود. مادرم بعد از بیمارخانه رخصت شدن دیگر تنی سالم نداشتم. من هم نمی دانستم به یک گرده به کجا روم و سرم را به کجا زنم. اکای رحیم جان دردمند به قدر دردمند می رسد، نه انسانی که او هوا بلند است. خواهش دارم بعدم بفهمید که زندگی من چنین شد. پدرم از دنیا گذشتند. من باشم بعد چند همراه همسرم زندگی کرده و صاحب فرزنده نشدیم. خلاصه هیچ وقت از زندگی دل سرد نمی شدم، چون که می گفتم دنیا با امید است. مادرم مرا هر روز تسلی می داد. خلاص روز به روز درد دلم گرانتر می شد و همسرم رو می دیدم که در کوچه های زندگی وقتی که کودک را می دید عشق و گیرش می گرفت و می گفت که من تا نشنوی مردم شدم. به همسرم می گفتم همش خوب می شود عزیزم، فقط صبر چیزی بهترین است. ولی متاسفانه اکای رحیم جان، خداوند از این میوه شیرینش ما رو به نصیب گردانید. ولی من هیچ وقت رو افتاده نبودم، چون که زندگی رو دوست می داشتم و به خاطر فرد و زندگی می کردم. خلاصه
یک روز دیدم که خواهرانم خیلی به اوج کمالات رسیدند و خواستگاری برای خواهرم آمد. به یگان دو دلگی من خواهرم را با اون جوان دادم. ولی افسوس، صد افسوس، زندگی خواهر من دیر دوام نکرد. خواهرم همگی 3 ماه زندگی کرد و بعد 3 ماه شوهرش به صدمه افتومبیلی دچار شده از دنیا گذشت. خواهرم بارو بخچهش را گرفته به خانه ما آمد و فکر کرد که ما راهش نمیدهیم، ولی این گپ خطا بود و در خانه با ما زندگی میکرد. به مثل پیشتره خواهرم را تسلی میدادم، ولی اون کس خرسند میشد و روحانی خودش را احساس کرده نمیتوانست که چگونه درد و الم دارد. گفتم شما در خطی کوچه نیستید، من با شما هستم، تو اون دمی که جان دارم. خلاصه اکای رحیم جان خواهرم به خواهش خودش در یکی از بیمارخانه های شهر هزار به کار درآمد، ولی متاسفانه دیر کار نکرده به یک بیماری گرفتار شد و روز به روز میگفت که همه جایم درد میکند. تسلایش میدیدم. خواستگاران زیاد در آستانه ما را باز بیقرار میموندن برای 2 خواهر دیگرم که آنها خیلی خرد بودن. من راضی نمیشدم. یکی صنف 11 بود و دیگری صنف 8. هر روز در خانه ما خواستگار میامد. من میگفتم نه، درد می خیلی گران است. خلاصه اکای رحیم جان روز به روز گذشت و ما آهسته آهسته چنین شدیم که با فریب و نیرنگ تقویم خانه من را فروخته کوچ به خانه بابایم بستیم. به خانه بابای اوچگیم آمده خیلی زندگی خوشبختانه داشتیم تا اون دمی که بابا و بیبیم آن بودن. خلاصه اکای رحیم جان من اسبه زندگیم بودم و خواهرانم اسبه زندگی خود. روز مادرم به بیماری همگیر کووید 19 گرفتار شد و خیلی بیماری سخت شد. در این حالت دکتران معین کردند که کسی به نزد این بیمار ندارد، ولی همان خواهر من سخنانم را گوش نکرده به نزد خواهرم در آمد. از خواهرم احترامانه خواهش میکردم نازنین این کار را نکن، ولی خواهرم میگفت بگذار من میرم، او مادر من است. ولی نهایت این بیماری همگیر کووید خدا دعایش میکنم در سایت شما اکای رحیم جان که از جهان برداشته شود. خلاصه خواهرم به این درد گرفتار شد. زغم و اندوه من ده چند شد. خواهرم از دنیا گذشت. زندگیم خیلی دشوار شد. دنیا در نظرم تیره و تاری گشت. میدونید خواهر من همگی 21 سال داشت. از دنیا چیزی را ندیده بود و چی آرزوهایی که در دنیا نداشت. خلاصه خواهرم از دنیا گذشت و بعد 1 هفته گذشتن خواهرم مادرم دنیا را رحلت کرد. من یتیمی کور شدم اکای رحیم. زندگی برایم نمیفرید. فکر میکردم من کودک هستم. از خداوند تعالی خواهش میکردم که جانم را زودتر گیرد، ولی میدونید اکای رحیم خلاصه زندگیم خیلی دشوار بود و هر روز من را تسلی میدادم، کسی تسلیم بخشیده نمیتوانست. میدونید درد من به قدری درد من میرسد. درد و علمم را خودم میدونستم و خدای تاریستر، ولی مرد گفته خودم را خودم تسلی میدادم، ولی دردم را در اونم پنهان می داشتم. ولی مادرم از دنیا گذشت و اون خانه برای ما نه اینکه خانه خوب بلکه جهنم گشت. بابا و بیبی گریه می کردن که برای چی دختری ما از ما پیش رفت. خلاصه اکای رحیم جان بعد 1 ماه گذشتن مادر در اون خانه برای ما دیگر خانه خوب نبود، چون که به مثل هر وقت یک گپ خواهرم رو می گفت و تقاییم یک گپ طاقت می کردم به همش، به همه صبر میکردم، ولی خلاصه یک تقویم در ملک غریبی زندگی میکرد و در روسیه بود. فکر کردم که درد دل ما رو تنها اون نفر میفهمد. با ما با تلفن صحبت میکرد و از من خواهش کرد که خواهر دویمم رو برای پسرش کلون کنیم. من این چیز رو به یگان دو دلگی قبول کردم و فکر کردم که خواهرم اون کس در دست بیگانه بود، اینش در دست خودی شاید خوشبخت میشود. من قرض جوان مردانه و قرض برادرانه و پدرانه را اجرا کردم اکای رحیم جان و خواهرم را خلاصه به پسری تقویم دادم. ولی افسوس، صد افسوس، زندگیشان دیر دوام نکرد. چند زندگی کردند و پسری تقویم به هر خل بهانه و به هر خل سخنها خواهرم را زیر مشت و لگد می گرفت. بعد چند خواهرم از فدراسیون روسیه به من تماس گرفت و از زندگی پر از دردش شکایت کرد. من خلاصه خواهش کردم که او را اذیت ندهند، چون که کسی نداشتم. بعدن 1 تقوی دیگرم را میان نرا کردم و خواهرم را به تاجیکستان فرستادند.
اینک در زندگی ما خیلی زندگی دشوار است که رحیم، میخواهم که سری دلم را با بواسطه برنامه شما غم و اندوهم را ببرارم و به دیگر نفران درس عبرت شود. کدام شنونده و کدام خواننده ای که سایت اکای رحم را میبینید حق دارد که ملا رعنت یا رحمت گوید، چون که گنده کردن تقوی شاید شما گوید که این حق و حق کاری نباشد، ولی کسی که شنیدن میخواهد یا دیدن میخواهد فکر عقیدهش را نویسد، من سراغم را میدیم آمده و چشم خیش ببینند و از دهن مردم بفهمند که زندگیم چقدر دشوار است، چون که دردم را خودم میدانم، چون که خواهرم، خواهر گل من امروز 18 سال دارد و امروز بیبخت در خانه ما آمد و در خانه زندگی میکند و امروز به حیث معلمه کار میکند. مقصد نامه هم همین است که رحیم جان، که زندگی پر از دردم چنین است که تقوی دیگرم من را مجبور کرده استاده است که اگر خواهی که ما با تو باشیم و تو این خانه زندگی کنی و با بابا و بیبیت مانی، خواهی که اینجگیت را که امروز خواننده سینفینته هست براورده به پسر من میتی، گویا که آنها دشمن من باشند یا یگان گروگان. میدونید وقتی اخیر من برنامه سرهای ناگفته را توسط سایت رحیم تماشا میکردم و بعض این شنونده ها درد و الم و سرهای خیش را میگفتند، هیچ باوری نداشتم که حق و حق کاری باشد، تا آن دمی که من خودم به این زندگی، یعنی که خطاگی زندگی راه نیفتم. میدونید اکای رحیم جان، زندگی خیلی پستی و بلندی دارد، یکی خوشبخت میشود دیگری نه، ولی به همه شکر میگویم، چون که من شاید شخصی در کودکی خوشبخترین کودک بودم، امروز که کلان شدم بدبخترین شخص هستم. اگر که از زندگی خودم باز برگردم اکای رحیم جان، تنها گفتنیم، من با کمک یک نفر دوستم که پیشدارو شد سه طفلک یتیم را از یتیم خانه گرفته به وای رسانیدم و امروز صاحب سه پسرچه گل هستم که زیاد دوستشان میدارم و امروز یکی در مکتب و دیگر در باغچه، چون که من یتیم کلان شدم و سر یتیم را رسیده کردن را دوست میدارم. اکای رحیم، در زندگی میگویم میخندم، ولی باور کنید درونم پر از درد و غم است. من خیلی بیمار هستم و از کسی چیز کمک خواهش ندارم، تنها گفتنی هم که به حال من نخندند، حد دور از شنونده که لعنت و رحمت هم میگوید، ولی میدونه چی، به خاطر نامه نویستم، خواهش دارم فکر عقیده خیش رو بر کمینتر اکای رحیم جان بنویسید. من چی کار کنم، خواهرم رو در پسری تقویم دهم یا اینکه به یگان شخص دیگر؟ خواننده و تماشابینان عزیز، از شما احترام و نخواهش دارم، مسئولیت های شما رو من منتظر هستم. اگر کسی چی مسئولیت میدید و مسئولیت شما رو یافتم در زندگی، دوام قصه خودم رو در برنامه سرهای ناگفته از دوست رحیم میتوانه جوابش رو بگیرید. خواهش دارم شنونده عزیز، نسبت تقدیر من یتیم بی‌طرف نباشید. میدونید عزیزان من، امروز در خانه تبسم میکنم، ولی تبسمی من نه اشک شادی است، بلکه همه درد و الم است. به خاطر دو خواهرک تبسم میکنم که در چهره برادرشان خوشبختی بینند و تا بدانند که من خوشبخت هستم. شنونده عزیز، بعضی نفران میگویند که خواهران را یکی اشو و دیگر اپا دیهو دیگرد. میدونید اپاهای من با شوهر زندگی میکنند، یا از نمانو هیچ وقت دوست شده یک از شده نمیتواند. امروز را هر من ناز و نوزی همه را تنها پدر و مادر خودش میبردارد. من احترامان خواهش دارم که یگان کس درد و علمی که ما در زندگی کشیده ایم نکشد. یک زمان فکر میکردم اویله نمونه هستیم و تا به آخر چنین میرویم، ولی به زندگی ما چشت رسید. خواهش دارم خواننده و تماشابینان عزیز، کسی که برنامه سرهای ناگفته را دوست می‌دارد، خصوصا به سایت اکای رحیم جان می‌دراید، احترامانه خواهش دارم که همین ویدیو را تا آخر نگذرانده و پورگی گوش کنید، چون که خطایی که در زندگی تخوی مهره دادن شما راه ندید. شنونده عزیز، من قصه ای که پر از درد و الم است با نزدیکی در همین برنامه سرهای ناگفته، شما می توانید قصه ما رو، درد و الم دو خواهر که ما رو از زبان خودشون روزای نزدیک در همین برنامه خواهید شنید. عزیزان من شما رو دوست می دارم، شما زندگی رو دوست دارید. با احترام زیاد، مخلص همیشگی
сайти Акаи Раҳим, хусусан барномаи сирҳои ногуфта ҳастам. Бигзор номам маҳфӣ монад, вале кадом шунавандае, ки мехоҳад бо худи ман ҳақиқатро фаҳмад аз забони ман, боки нест ба комментарии Акаи Раҳимҷон даромада фикру ақида ва рақамҳои маро пурсед. Акаи Раҳим ягон бедудилагӣ ба шумо пешниҳод мекунад. Шунавандаи азиз, хоҳиш дорам он нафароне, ки ҷиддӣ ҳастанду номаро гӯш мекунанд, ҳавайҳо занг зананду маслиҳатҳои хешро диҳанд. Ман бе ягон дудилагӣ гуфтаниам, ки ба маслиҳати шумо хеле ниёз дорам. Бо эҳтироми зиёд, як нафар мухлиси барномаи сирҳои ногуфта аз сайти Раҳимҷон. Ман хоҳиш дорам фикру ақидаи хешро бинависед ва давоми қиссаи пур аз дарду гудози маро дар сайти Акаи Раҳимҷон рӯзҳои наздик аз забони ду хоҳараки гулам мешунавед. Бо эҳтироми зиёд, мухлиси ҳамешагии ин барнома ҳастам. Боқӣ дар амони худо бошед. ҳақ доред, ки лаънату раҳматам гӯед, чунки ганда кардани як нафар ин одати хоси мардонагӣ нест. вале чӣ кор кунам, маро зиндагӣ маҷбур кард, ки дари барномаи сирҳои ногуфтаро бикӯям. ва вақте ки ман ба барнома омадам, хеле мухлисони зиёд ба навбат буданд. вале қиссаам, ки хеле дардовар буд, Акаи Раҳим бе ягон дудилагӣ маро қабул карду ва хост, ки ман дар сайти Акаи Раҳим фикру ақидаи худро гӯям. азизони ман, боқӣ қазоват аз шумо аст. дӯстатон медорам. дар амони худо бошед.